میکنم دوست داشتن عرفان نسبت بهت کم نشه. تا آخرین نفس دوتاتون کنار هم دیگه باشی. چون قبل از من توی قلبت خواهر خودم بوده. حرفایی رو که دیروز راجع به مرگم زدید فرا همه اونا رو شد. مقصر همه این اتفاقا مرگمه. اگه اون پاکستان نمی اومد این اتفاقا نمی افتاد. این دختر زندگی رو برامون جهنم کرده. مریم خواهرته، وقتی در این مورد بفهمه میدونی چی میشه. داداش عرفان دوستت داره مریم. دختر نکنه عقلتو از دست. از کدومش حرف میزنی؟ در کنار خوشحالی خودت خوشحالی مریم هم خراب. به خاطر مریم تو این شرایط بلم کن آقا بلم کن مریم. گوش کن ببین چی میگم. من همین الان همه ی اتاق رو کامل تمیز کردم. چیزی رو به هم نریزی. این کلا رو داداش عرفان بهت داده؟ اون وقت به چه مناسبت؟ گفت که از کنار مغازه رد میشد و گل فروش اصرار داشته که اون گل بخره. تو شنیدی که این گل چی میگه؟ هی خانوم، گلا که زبون ندارن. بله، ولی اونی که گل میده زبون داره. یعنی چی؟ یعنی که داداش عرفان دوستت داره مریم خانم. آره، من و تو هم خیلی دوستش داریم. حالا دوست داشتن منو بیخیال. من حس میکنم شما دوتا عشقتون از همدیگه پنهون میکنید. دختر نکنه عقلتو از دست دادی؟ از کدوم عشق حرف میزنی؟ همون عشقی که لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد به هم دیگه داشتن. خیلی خوبه. دختر دیوونه، نه من در مورد عرفان اینطوری فکر کردم، نه عرفان درباره من. در ضمن این افکار مزخرفتو پیش خودت نگهدار، فهمیدی؟ حالا هم بلنشو لباستو عوض کن، میخواییم بریم نهار بخوریم. زود باش. نمیدونم مریم راست گفته بود یا منو دست به سر کرده بود. بله؟ خب احمد، موضوع چیه؟ خانم، برای مبلمان شرکت امروز مناقصه داریم، واسه همین امضای شما رو میخواستم. باش. خب این ارائه که آماده کردین واقعا عالیه. باید هرچه زودتر اجراش کنیم چون وقت زیادی نداریم. خانم شما نگران نباشید، انشالله بهتر از اینم میشه. تو که میگفتی برای تفریح میرین، همه ی روزو بیرونید، پس چرا گذاشتش خونه آبجی؟ عرفان؟ بله پسرم، چی شده؟ خیلی نگران به نظر میرسی. بگو دیگه، مشکل چیه پسرم؟ چی بگم؟ هر مشکلی هست بگو. حالش خوب بود؟ نکنه شما دوتا دعوا کردین؟ هر دعوایی که هست فقط دعا کنید زود تموم بشه. آخه چی شده؟ حداقل اینو بهم بگو. مامان، حرفایی رو که دیروز راجع به مرگم زدید فرا همه اونا رو شنیده.
چی؟ کار اشتباهی کردی پسرم، بدون اینکه من بگی اونو خونه مامانش بردی؟ مامان اون لج کرده بود، میذاشتی باهاش حرف میزدم، شاید درک میکرد. مامان من فکر نمیکنم الان بخواد حرفی بشنوه یا درک کنه. همین الان منو ببر اونجا، خودم بهش میگم که سوء تفاهم پیش اومده. تمومش کنید مامان لطفاً، اون الان میخواد تنها بمونه. عرفان اگه اونجا قشقرق بپا کنه چی؟ شرایطش الان فرق میکنه، نمیتونه خودشو کنترل کنه. هیچ اتفاقی نمیفته، خودش به هم قول داد که اونجا هیچ حرفی نمیزنه. اینجوری نزدیک بودنت به مریم، اونم توی این شرایط، اصلا درست نیست. باید توجه تو از مریم دور کنی و به فرح توجه کنی. شاید هنوزم توی قلبت همون حس خواستن و دوست داشتنه که به نظر من اصلا درست نیست. فرح؟ تو اومدی اینجا ما رو ببینی یا بیای اینجا وایسی؟ مامان حالم یه ذره بد شده بود، خواستم که یه ذره دراز بکشم. همین، بیا اونجا دراز بکش. چرا وایسادی؟ بیا آفری، اینجا دراز بکش، راحت باش دخترم. از داداش احمد خبری نیست؟ نه دخترم. خب مریم حالش خوبه؟ مریم از قبل حالش بهتره، از وقتی میره سر کار خیلی سرحالتر شده. تو نگران اون نباش، خیلی زود عادت میکنه. میدونی عزیزم، من و بابات همیشه در مورد بچت حرف میزن. بابات میگه چه دختر باشه چه پسر، باید دقیقا مثل فرحمون شیطون باشه. این بار وقتی خرید برم برای نوام لباسای خوشگل میخرم. من میرم برات خوراکی بیارم. من مطمئن بودم، افتخار میکردم به اینکه اولین دختریم که وارد زندگیت شدم. منو شکستی، چون قبل از من توی قلبت خواهر خودم بوده. الو، پشت فرمون که نیستی؟ نه خونه. یعنی چی؟ مگه نگفته بودی تو و فرح میریم بیرون؟ آره قرار بود بریم، ولی بعدش فرح گفت میخواد بره خونه ی خاله اینا. منم بردمش اونجا و دوباره برگشتم خونه. بی خیال، تو بگو کارا چطور پیش میره؟ خیلی عالی. عرفان میدونی امروز چی شد؟ چی؟ من اتاق مدیرمون بودم و جلسه داشتیم که یه احمد نامی اومد. خب کی بود؟ نمیدونم، ولی اون نبود. عرفان حالی که اون لحظه داشتم و نمیتونم بهت بگم، فقط همینقدر بدون که اون لحظه حس کردم خیلی بهت نیاز دارم. عرفان لطفاً هیچ وقت تنهام نذار. الو عرفان. بله یه هایی کجا رفتی؟ رفتم آب بخورم. باشه،
راستی امشب قراره فرح خونه ما بمونه؟ نه نه، راست شب قراره برم دنبالش. شب چرا؟ من تا نیم ساعت دیگه کارم تموم میشه، بیا دنبالم با هم میریم خونه. نه مریم، راستش میخوام مامانو ببرم بیمارستان. چرا؟ خاله چی شده؟ همه چی خوبه؟ نه چیز خاصی نیست، فقط فشار خونشو باید چک کنه. آها، در ضمن عرفانی یه چیزی بگم. دلم میخواست که ای کاش اون احمد بود و اگه اونی که اومد احمد بود، بدون این که ملاحظه کسی رو بکنم میکوبیدم تو دهنش. خب حالا شب هم دیگه رو میبینیم مگه نه؟ خدا زندگی که هر روز میگذروندم و توش اذیت میشدم، الان به عنوان کابوس توی خوابم میاد. مریم، روزایی که گذشت دیگه فراموش کن. چطور فراموش کنم؟ بچم، بچمو از من گرفتن. فرق اون از من گرفتن، بچه‌مو ازم گرفتن و کشتن. نمیتونم فراموش کنم. چطور فراموشش کنم؟ خدا حتما توی تقدیر چیزای خوبتری نوشته. حالا میبینی توی زندگی روزای خوبتری قراره بیاد مریم. یه رستوران من اومدی و داری به هم زور میگی؟ آره ولم کن آقا، ولم کن. زندگت نمیذارم فهمیدی؟ دست از سرم بردار. بلش کن. تو داری تو محل کسب و کارم چیکار میکنی؟ داداش یوسف، این پول غذا رو نمیخواست بده. 200 روپیه دادم آقا، بقیهش وقتی پیشم نبود چیکار میکردم؟ پسرم، اون کوچه پشت سر خیرات بود، اونجا غذا میخورد. اون غذا حق من نیست آقای محترم. چجوری از گلون پای میرم؟ بلش کن. ببین پسرم، تو برو. وقتی میگه به جز 200 روپیه دیگه همراهش نیست، خب چه نیازی به دعوا و کتککاریه؟ پول غذاش 300 روپیه میشد داداش، ولی اون فقط 200 روپیه داد. اگه پول نداشت خب از اول میتونست بگه، اما توی رستوران خودمون اومده و بهمون زورگویی میکنه. داشت برام رئیس بازی در میآورد. نمیتونم زورگویی کسی رو تحمل کنم. باشه، بیا بیا پسرم، اینجا بشی. الان بگو یه هویی تو چت شده، همش آشفته ای، اصلا حساب نداری. حمید میگفت همش پرخاشگری میکنی، با همه دعوا را میندازی. از مادرم دورم، از خونه دورم، از خواهرم دور. چندین روز شده که باشون حرف نزدم. نمیدونم الان چطورن و تو چه وضعیتی. کینت، طبیعیه که آشفته باشه. کینت، واسه همین دیشب یکی از سیگارای منو کشیدی؟ دیشب؟ باشه، اشکال نداره. خب به هر حال نیازی نیست نگران باشی، من یه کاریش میکنم، برات یه گوشی جور میکنم که حداقل بتونی با خواهرت یا مادرت حرف بزنی. دیگه قد زود از کوره در نرو. باشه، الان اعصاب تو آروم کن و بسم الله بگو و برو سر کارت. حواستو پرت کن. باشه، منم الان بیام پیشت. باشه، برو.
چرا حرستون رو روی من خالی میکنید؟ تقصیر من چیه این وسط؟ مقصر همه این اتفاقا مریمه. اگه اون پاکستان نمیومد این اتفاقا نمیافتاد. این دختر زندگی رو برامون جهنم کرده. مامان این چه حرفیه که میزنید؟ چرا به اون بیچاره بد و بیراه میگید؟ یه حسی بود تموم شد و رفت. اگه یادآوریش نمیکردین فراهم نمیشنید و نه این شرایط به وجود میومد. من این چیزا رو نمیدونم. فقط نمیخوام به خاطر کسی نظم خونم به هم بخوره. باید بری و فرح و بیاری خونه. فرح زنگ زده. الو چطوری فرح؟ فقط واسه این به زنگ زدم که بگم دنبالم نیای. من همینجا میمونم. فرح تو حالت خوب نیست؟ آخه تو این وضعیت نمیتونم تنهات بذارم. مامانم اینجا مراقب من هست. تو نگران نباش. فرح میگه اونجا میمونه؟ مریم حتما از سر کار برگشته. دیگه فرح ساکت نمیمونه. اون اینقدر صبر نداره که بتونه چیزی رو مخفی کنه. مامان من همه چی رو بهش توضیح دادم. خودتون بگید چطوری بهش بفهمونم. تو برو اونجا، ممکنه که... هیچ فایده ای نداره مامان. ببین عرفان، ممکنه این مسئله بزرگتر بشه. میدونم میدونم. شما هم بهم بگید چیکار کنم. چیکار کنم ها؟ یعنی تصمیمت قطعیه که از داداش احمد جدا بشی؟ با آدم ضعیف و دیوونه ای مثل اون نمیتونم یه عمر زندگیمو ادامه بدم. بعدش میخوای چی کار کنی؟ تنهایی چجوری میخوای زندگی کنی؟ نمیشه که تا آخر عمر تنها بمونی مگه نه؟ من که تنها نیستم، تو هستی، مامان و بابا هستن، مگه نه؟ در ضمن اونا این مدت خیلی اذیت شدن، ولی دیگه نه، مسئولیتشون دیگه با منه. میخوای چی کار کنی؟ کاری که دارم انجام میدم. ای وای چرا داریم راجع به این چیز حرف میزنیم؟ حرفای خوب به من بزن. اینو به هم بگو، عرفان حواسش به تو هست؟ خوشحالی؟ الو الو آبجو ریحانه، سلام علیکم. علیکه سلام. من باهات قهرم. فرح میگفت که تو امروز نخواستی باهاشون بیای، درسته؟ آره خودم نخواستم بیام. خب الان فرح کجاست؟ حالش چطوره؟ خدا رو شکر حالش کاملا خوبه. دوتا خواهر رو تو اتاقشونن. اگه حرف میزنی صداش کن. ببین لطفا حرفمو خوب گوش کن. چی شده سوفیا؟ صدا چرا ناراحتی؟ آبجی ریحانه شما یادتونه که ما اون اوایل مریم و ازتون خواستگاری کرده بودیم. بابت زندگیت خیلی خوشحالم. دعا میکنم دوست داشتن عرفان نسبت بهت کم نشه. تا آخرین نفس دوتاتون کنار هم دیگه باشی. چی شده ماما؟
هیچی نشده. شما دوتا تا کی میخواید بشینید و حرف بزنید؟ بخوابید دیگه. مامان همینطوری داریم حرف میزنیم، وقتی خوابمون بیاد میخوابیم. شما چرا نگران میشین؟ نه من نگران نیستم. خب پس بریم بخوابین، ما تا خسته نشدیم حرف میزنیم. باشه، تا دیر وقت بیدار نمونی. باشه. مامان شما نگران به نظر میرسین، مشکل چیه؟ اینقدر ناراحتی دیدیم که بیشتر از اینو نه من تحملشو دارم نه باباتون تحملشو داره. خدا نکنه مامان، خدا نکنه مامان که دیگه بیشتر از این ناراحت بشین یا اذیت بشین. امیدوارم همه چیز خوب بمونه. بخوابین. گوشی رو بردار ماما. نمیدونم مشکل چی. مامان چرا گوشیشو بر نمیداره؟ شماره سنا هم یادم نیست. شاید رفتن خوابیدن. فردا بازم زنگ میزنم. پاشو 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 ببینم. احمد بگو ببینم اون کیه؟ با کی ملاقات میکنی؟ با کی در ارتباطی؟ به هم بگو چی فکر کرده بودی؟ نه برام تعریف کن. بگو با کی بودی؟ بگو. با کشیدش داداش، مردن حق این فریب کاری. امروز میکشم. نه نه کتکم نزن، خواهش میکنم کتکم نزن. مریم کتکم نزن، کتکم نزن، کتکم نزن. مریم خواهش میکنم منو نزن. مریم فرح اومده بود کتکم بزنه. فرح الان همینجا بود، الان همینجا بود. فرح نه مریم، نه مریم، اتفاقات گذشته رو فراموش کن، اینجا هیچکی نیست، تو خونه خودتی کنار مامان بابا کنار من، لطفا نترس، اینجا هیچکی نیست. اون زندگی که هر روز میگذروندم و توش اذیت میشدم الان به عنوان کابوس توی خوابم میاد. مریم روزایی که گذشت رو دیگه فراموش کن. چطور فراموش کنم؟ بچم بچم از من گرفتن فرام، اون از من گرفتن، بچه‌مو ازم گرفتن و کشتن. مریم نمیتونم فراموش کنم. چطور فراموشش کنم؟ خدا حتما توی تقدیر چیزای خوبتری نوشته. حالا میبینی توی زندگی روزای خوبتری قراره بیاد مریم. نه 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 فرح برو از اینجا، برو فرح از اینجا، برو یوی چه چه؟ برو فرح پیش مامان بخواب زود. مریم از اینجا برو فرح. چرا نمیفهمی؟ حتی سایه منم نباید دور اطرافت باشه. من نمیخوام خوشحالی تو ازت گرفته بشه. من میخوام تو عرفان خوشحال ببینم، واسه همینم از اینجا برو. بلند شو برو دیگه، از اینجا برو. باشه من میرم، تو دراز بکش لطفا. مریم لطفا دراز بکش. بیا آفرین، برو لطفا استراحت کن. برو برو خواهش میکنم از اینجا برو لطفا.
I was going the right way. Jerk. Clumsy. شما راست میگید؟ یعنی واقعا در این مورد هیچ حرفی نزدن؟ مریم امروز عجله داشت. خیلی سعی کردم بفهمم چی گفتن. ولی فکر نکنم حرف خاصی زده باشه. باشه، هر وقت فرح بیدار شد میخوام یکم تنها کنارش بمونم و باهاش حرف بزنم. چی میخوای بگی؟ چه جوری بهش میفهمونی؟ خب واقعیت رو بهش میگم آبچی، ممکنه حرفم رو قبول کنه. ببین دخترم، من هیچ وقت تو رو عروس خودم ندونستم. همیشه فکر کردم که تو دخترمی. آخه مگه من چند تا بچه دارم؟ خدا به عرفان عمر طولانی بده، من همین یه پسر رو دارم و خودتم میدونی که چقدر برام عزیزه و چقدر من دوستش دارم. غمشو، ناراحتیش رو واقعا نمیتونم ببینم. و دخترم، تو داری برای کاری مجازاتش میکنی که اون تموم شده و رفته. من فکر نمیکنم که عرفان اشتباهی کرده باشه. اون که گناهی نکرده. آره، اون مریم رو میخواست، بهش احترام میذاشت، دختر خالش بود، ولی توی تقدیرش نبود و ازدواج نکرد. دل پسرم خیلی شکست، ولی بازم با همون احترام قبلیش به این خونه رفت و آمد کرد. شاید به این دلیله که از اولش هم تو توی تقدیرش بودی، واسه همینم ازدواج کردین. حالا دخترم، با فهمیدن حرفا و اتفاقای گذشته، این رفتار رو که داری به نظر من حماقت محضه. شاید دل من اینقدر بزرگ نیست خاله که بتونم اون حرفا رو به این راحتی هضمشون کنم. مریم خواهرته، وقتی در این مورد بفهمه میدونی چی میشه؟ من فقط اینو میدونم که الان مریم و عرفان هیچ کدومشون تقصیری ندارن. پس به چه دلیلی قهر کردی و اینجا موندی؟ اینجا بیا، هر روز بیا، بمون، ولی با خوشحالی. با اینجوری اومدنت در کنار خوشحالی خودت، خوشحالی مریمم خراب میکنی. چیزی رو که خدا مثل یه راز تا الان نگه داشته، چرا میخوای آشکارش کنی؟ کدورتا رو از بین ببر و سعی کن فراموش کنی. ببین دخترم، توی قلب عرفان فقط تویی. اون فقط تو رو میخواد و فقط تو رو دوست داره. اینو حس مادرانم به هم میگه. لطفاً به این حسم اعتماد کن. باشه، لطفاً به هم یه خورده زمان بدیم. نه، نمیتونیم زمان بدیم. امروز عرفانو میفرستم و تو هم باهاش برمیگردی خونه. باشه؟ اینجا دارم از دلشوره دیوونه میشم، ولی اونجا مامان و سنا نگرانم نیست. اصلا گوشی رو بر نمیدارم. مامان که همیشه تو خونه هست. پس دلیلش چی میتونه باشه؟ حتما اونجا یه اتفاقی افتاده. نمیدونم اونا تو چه شرایطی هست. منم اینجا دلنگرانشونم و نمیتونم برم. اینا همه شخصیل اون مریم کسافته. داییم خیلی با هم بد رفتار کرد. انگار که من دخترش رو میخواستم بکشم. فقط هر اشتباهی کرد برای اشتباهش تنبیه شد.
جمال، پاشو برات سوپ آوردم. چی شده؟ همه چی خوبه؟ نکنه اتفاقی افتاده؟ نه، خدا نکنه. پس چرا خونه اینقدر ساکته؟ نه، ما که داشتیم حرف میزدیم. جو خونه خیلی عجیبه. خواهرت اومد و بی خبرم رفت، اصلا نفهمیدم. هیچی نشده جمال. ببین برات سوپ درست کردم، توشم سبزیجات انداختم، مزش خیلی خوبه، بی امتحان کن. فرح کجاست؟ نکنه رفته خونش؟ بدون خدافزی هست و چطور میتونه بره؟ عصر عرفان میاد دنبالش که ببرتش. خب بهش بگو بیاد اینجا کنارم بشینه و با هم حرف بزنه. باشه، الان بهش میگم، تو سوپتو بخور. الو، خاله رو چرا اینجا فرستادی؟ میخوای از طریق اون به هم فشار بیاری؟ چی داری میگی؟ من همین الان از سر کار اومدم. اصلا نمیدونم که مامان کی اومده پیشت. به هر حال هنوز هیچ تصمیمی نگرفتم و دلم هم نمیخواد که فعلا بیام اونجا. داری لج میکنی نه؟ چی داری که تو فکر میکنی لجه؟ اون دلیل اذیت شدنمه. تو آرامش منو به هم زدی عرفان. فرح بس کن دیگه، داری موضوع بزرگ میکنی. تمومش کن، بیشتر از این تنبیه هم نکن. لطفاً بفهم که بیشتر از این نمیتونم این اذیت رو تحمل کنم. تو دنبالم نمیای عرفان. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمونم آگاه باشید.